کانال ارتباطی چین با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت. احتمال استقرار صدها نظامی آمریکا در شمال. طالبان در آغوش روسیه، جبهه مقاومت در کنار. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. در تازه ترین خبر گفته شد که ایران هزاران نیروی امنیتی افغانستان را که بعد از تحویل دهی قدرت به طالبان و ایران گریخته اند برای اعزام به جنگ اوکراین ثبت نام و بسیج می کند. اخیراً فشارهای داخلی بالای پوتین به منظور کشانیدن پای نیروهای امنیتی سابق افغانستان در جنگ اوکراین و آسیای میانه یک طرح به نام نیروهای اینترنسیونال وجود دارد که در دو خط اسلامی و کمونیستی مثل دوران جنگ دوم جهانی آغاز شده است. چین و کره شمالی نیز گام به گام داخل می شود و ایران دیگر حضور دارد. در دونباس پیشتر چنین تجربه صورت گرفته بود. اندری سرینکو در روزنامه مستقل روسیه به چاپ رسیده است. افغانستان در حال تبدیل شدن به سرزمین فرصتهای از دست رفته برای روسیه تبدیل می شود. ممکن است روسیه از روند حال فصل افغانستان کنار گذاشته شود. علت فقدان یک استراتژی مؤثر از طرف روسیه در افغانستان در منطقه آسیای مرکزی تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. در 16 سپتامبر سال روان میلادی زمیر کابلوف آمریکا از روند حال فصل افغانستان حذف خواهد شد، اما روند کاملا متفاوتی به چشم می‌خورد. واشنگتن برخلاف مسکو به سرعت در حال تقویت مواضع خود در افغانستان است. ایالات متحده یا آمریکا پس از خروج استراتژی خود در افغانستان را تغییر داد. جنگ ایالات متحده ای آمریکا بسیار ارزان‌تر شده است، اما در این حال فرصت‌های جدیدی از نظر نفوذ بر رژیم طالبان و کشورهای منطقه به دست آورده. چطور؟ تهدیدات جدید از سوی تروریست‌های مختلف زیاد شده اند. اندری سرینکو علاوه می‌کند، واشنگتن در همکاری با طالبان با پهپادهای استخبارات آمریکا به طور کامل حریم هوایی کابل را کنترل می کنند و به طور دوره‌ای به اهداف مورد نظر خویش حمله می کنند. همزمان فرستادگان سیا با کمک تعدادی از مقامات وزارت امور خارجه طالبان گفتگوهای خصوصی انجام داده اند. با افراد با نفوذ در تشکیلات طالبان در کابل و خارج از افغانستان کار می کنند. در مذاکرات دیوید کوهن معاون سیا، توماس وست نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده و ملا عبدالحق وسیق رئیس اداره اطلاعات طالبان در مبارزه با دولت اسلامی داعش و القاعده توافق شد. در نتیجه این توافقنامه صدها مربی آمریکایی ممکن است در شمال افغانستان ظاهر شوند. آنها آموزش واحدهای ضد تروریستی طالبان را در نزدیکی مرزهای جمهوری های آسیای مرکزی آغاز خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا و طالبان رسما علیه داعش کار می کنند. تماس های سیا و طالبان بر سر ولایات شمالی افغانستان خبر بعد به دیپلماسی روسیه و جبهه مقاومت بود. سوال ها باقی است. چرا طالبان با توصیه های روسیه در مورد مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان پاسخ نمی دهند؟ طالبان در مقام انتخاب بین مسکو و واشنگتن آشکارا آمریکا را ترجیح می دهند. این وضعیت امیدهای پوچ کارکنان وزارت امور خارجه را در نزدیک با طالبان از بین می برد. اندری می نویسد کار به ثمر روسیه با طالبان به معنای دست کشیدن داوطلبانه از تامین ارتباطات قوی با رهبری جبهه مقاومت ملی احمد مسعود بود. این تحلیلگر می نویسد قریب حدود یک ماه پیش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی یک سفر بسیار مهم به وین داشت، جایی که یک نمایش بسیار موفق اروپایی از جبهه مقاومت ضد طالبان و رهبر آن برگزار شد. مسعود سفر غیر رسمی به پاریس با چندین سیاستمدار و کارشناسان تاثیرگذار اروپایی ملاقات کرده است. شک این است که احمد مسعود در حال تبدیل شدن به یک پروژه محبوب برای اروپا است. پکن نیز از طریق دوشنبه کانال ارتباطی با احمد مسعود برقرار کرده است. سفرهای اروپایی حنیف اتمر و شاکر کارگر سکوی نیروی سیوم را ایجاد کرده است. منابع آگاه می گویند معماران پروژه جنبش برای صلح و عدالت آماده همکاری با مسکو هستند، اما امروز کسی نیست که با آن صحبت کند. الان توهم دوستی با طالبان در نهاد سیاست خارجی روسیه بسیار زیاد است. آنها از درک وضعیت واقعی در افغانستان و اطراف آن بسیار دور هستند.
یک سوال طبیعی مطرح می شود، خطر حزب روسیه از این بازی ها چقدر است؟ پاسخ به نفع مسکو نیست. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید، تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگارتان.